من محمد‌رضا شجریان، فرزند ایران. صدای من جزی از فرهنگ کهن ایرانه که میخواد یادآور بشه به مردم جهان که ما دارای چه فرهنگی بودیم، فرهنگ انسانی، فرهنگ عشق، صلح و صفا. و پیامی جز دوستی، عشق و زندگی و خوشحالی در زندگی برای مردم نداری. برسان باده که غم روی نمود ای ساقی، چهره نپرس آن نغمه سرا از تو چرا جدا شد. کاری که شجریان و لطفی در دهه 50 آغازگر آن بودند شبیه به انقلاب بود. شجریان آواز را به شکلی اجرا می‌کرد که هیچ شباهتی با آواز قدما نداشت. تکه‌ای از قمر، طاهرزاده و قوامی در کلیتی جدید که یگانه بود و دست نیافتنی. لطفی هم چریک موسیقی بود. بداهه پرداز، بی‌محابا و اهل تجربه با لحنی قدسی در موسیقی که هنوز همتا ندارد. جشن هنر شیراز و دو اجرای راست پنجگاه و نوا در سالهای 54 و 56 نمونه‌های فوق‌العاده‌ای از یک صدای جدید و پوست اندازی در موسیقی دستگاهی ایران بودند. دیگران قره قسمت همه برش بزن بنفهم دیده در بحبوحه انقلاب شجریان و لطفی در کانون چاوش با روح آزادیخواه زمانه همراه شدند. آثار ملی میهنی و اعتراضی رزم مشترک به آهنگسازی پرویز مشکاتیان و شبنورد و سپیده از لطفی حاصل این دور است که در این بین سپیده بدل به اثری جاودانه شد. آقای شجریان فوق‌العاده خوندن، فوق‌العاده زیبا، و خودشون هم وقتی خوندن دقیقا همین شعر و همین موسیقی رو احساس کردن. و میشه گفت که یک احساسمندی خاص اون دوران رو در درون خودش کاملا داره. حاصل همکاری نسبتاً طولانی شجریان و لطفی آثار متعددی است که در بین آنها اجرای ابو عطا که 14 اسفند 1359 در سفارت آلمان برگزار شد شاهکاری جاودانه است. همزمانی کنسرت با تنش‌های بعد از انقلاب، آغاز جنگ و فضای خاکستری آن دوران بهترین لطفی و شجریان تاریخ را می‌سازد. ما فکر می‌کنم اگه حافظ بود پا می‌شد غرق بوسه می‌کشه.
خرقه پشمین بگرام سرم دیده خروج محمدرضا شجریان از چاوش و بروز اختلاف‌های فکری با لطفی، پرویز مشکاتیان آهنگساز، نوازنده سنتور و سرپرست گروه عارف را به شجریان رساند. هرچقدر ترکیب لطفی و شجریان موجب غنای ساز و آواز شده بود، تبحر مشکاتیان در ملودی پردازی و ارکستراسیون‌هایی با صدادهی حجیم و گرم، غبار را از گنجینه تصنیف کنار زد. بیداد در سال 64 جلوه ای از فریادی فرو خفته و تنهایی در عصر اسرت بود. مبتلا گشته شعر من این شعر انتخاب کردم. پریش که روز وصل دوست دارم یاد باد انتخاب کرد، منم گفتم چه شد و اون موقع حرف دلم بود. یاری اندر کس نمی‌بینیم، یاران را چه شد؟ همکاری مشترک شجریان و مشکاتیان بخش مهمی از کارنامه هنری هر دو را ساخت. آثاری چون دستان که از شاهکارهای موسیقی ایرانی است و شجریان در آن اوج آوازخوانی در دستگاه چهارگاه را به نمایش می‌گذارد. آستان جانان که ساز و آوازی با تراوت، بدیع و با بیانی تازه و دلنشین از اشعار حافظ است. قاصدک که آخرین همکاری شجریان و مشکاتیان در سال 1374 است که هیچگاه مجوز رسمی انتشار آن در ایران داده نشد. و البته نوا مرکب خانی که شجریان در آن مخاطب را در سفری آوازی از نوا تا شور بیات ترک و سگاه همراهی می کند. رشک برم کاش قبا بودمی، چون که در آغوش قبا بودی، زهر ندارم که بگویم تو را، زهر ندارم که بگویم تو را، در سالهای پایانی دهه 70 و پس از انتشار آثار ماندگاری چون شب سکوت کویر، چشمه نوش، در خیال و معمای هستی، همکاری شجریان با حسین علیزاده و کیهان کلهور رنگ و لحن جدیدی به کارهای او داد. یک همکاری 6-7 ساله که وجه تمایز آن شوریدگی ساز علیزاده و کلهور و تجربه گرایی در موسیقی دستگاهی ایران بود. این گروه متشکل از 4 نسل موسیقی ایران، زمستان است، بی تو به سر نمی شود، فریاد، ساز خاموش و سرود مهر را منتشر کردند. ولی نقطه عطف این همکاری همزمان با زلزله بم در سال 82 کنسرت بزرگ همنوا با بم در تالار وزارت کشور تهران بود. شاید 6-7 سالی که ما در کل دنیا گشتیم و در ایران و به خصوص امضای آخرش اون اتفاق زلزله بم بود که همه و بابا هم رو اجرا کردیم، واقعا به نظرم خیلی خوب ما یک یادگاری گذاشتیم که برای شروع و خاتمه کارامون خیلی خوب بود. مختصر کن
این صدا حالا خود بخشی از تاریخ موسیقی ایران است. جاودانه در کنار باربد و نکیسا تا عارف و قمر. فرقی نمی کند زنده کننده ی آواز ایرانی یا نامزد سه گرمی بوده باشد یا صدایش از سوی NPR به عنوان یکی از 50 صدای برتر جهان معرفی شده باشد. صدای او تا ابد در گوش ایران می ماند. محمد رضا شجریان تا ابد زنده است. سینه مالا مال درد است، ای دریغا مرهمی. سینه مالا مال درد است، ای دریغا مرهمی. دل ز تنهایی به جانم خدا را همدمی. و هنرمند هرگز نمی میره، جسمش میره اما هنرش در بین مردم همیشه هست و یادش جاودانه. ای دل بر خوشگل ما، در دست به جان ما شد، روح روان ما شد. از خون دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنید. ای عاشقان پیمانه ها پر کن کنید. از خون دل چون لاله ها آمد یکی آتش سوار، بیرون جهید از این حصار. تا بردمد خوشید نو، شب راز خود بیرون کنی. به مژگان سیه کردی هزاران رخن در دینه، بیا که از چشم بیماره هزاران درد برکیم. جون جون بلات به جون نمیه بود. خوشان ساعت که یار از در درآید، شب هجرون و روز غم سرآید. دل بیرون کنم جون را به صد شد، همین با جام که جایش دل برایو. موسیقی از درون تاریخ یک ملت میاد بیرون. موسیقی ما از درون تاریخ ما اومده بیرون. اینه که غم داره، بله. تاریخ ما رو بخونیم ببینیم سراسرش جنگ و کشتار و بدبختی و فشار و استبداد بوده. سراسرش استبداد بوده. هنوز ما به دموکراسی نرسیدیم. موسیقی ما تابع این شرایط قرار گرفته. شما نمیتون از اون موسیقی خواسته باشین که در بیخبری باشیم، خوش بگذرونیم، فقط برقصیم. داریم همه چیز تو موسیقی مون، اما
زمانش نرسیده که ما به این گونه از موسیقی استفاده کنیم. فعلا موسیقی ما دردامونو بیان بکنه. اینها همش زایده استبداد و اختناقه که هنرها تنگ آمده از همه چیز بگذارید هوایی بزنم. سینه مالا مال درده سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی دل ز تنهایی به جانم. همه از خدایی به سوی خدا بروی.
اصلا هیچ کس شجریان نمیشه، چون من کسی دیگه ای نشده، من خودم بودم. هر کسی بیاد جای خودش. چرا رفتی؟ چرا من بی‌قرارم؟ چرا رفتی؟ چرا من بی‌قرارم؟ به سر صدای آغوش تو دارم. چرا رفتی؟ چرا شمع‌های تیره چون زلف یار، بهر لیلی چون